to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با سلام، زیتا هستم و این ششمین برنامه من در پادکست نوا به مدیریت آقای علی محمدی است. الان ساعت 3 بعد از ظهر 5 نوامبر پنجشنبه به وقت اروپا و 5 و نیم بعد از ظهر به وقت ایران و 6 بعد از ظهر در قسمتی از جای آمریکا هستش. هفته پیش آهنگی رو که در سوگ پیتر آلمانی که در سال 1341 در راه رسیدن به آزادی کشته شده بود رو به کسایی که در کمپ ها گرفتار هستن تقدیم کردم. راستش قصه پرقصه پیتر رو نیمه و نصفه تعریف کردم که خاطری رو آزرده نکنم. و در عوض همون روز خبر غرق شدن یک خانواده رو که در کمپ ها منتظر راهی به آزادی بودن، خسته از انتظار دل به کانال مانش میزنن و غرق میشن. 60 سال بین مرگ پیتر آلمانی و رسول و شیوای ایرانی فاصله هست و هنوز بشریت نتونسته راه حلی برای این مشکل پناهندگی پیدا بکنه. در این 60 سال رئیس جمهورایی اومدند و رفتند، وزیران و وکیلانی اومدند و رفتند، حتی شاهانی اومدند و رفتند، خوردند و بردند و کشتند و کشته شدند و یا مردن و یا هستن. در این 60 سال از تلفن‌های 2-3 کیلویی که روی میز بود شماره می‌گرفتیم باهاشون به تلفن‌های 100 گرمی و 200 گرمی رسیدیم. از تلگراف و پست و پستچی و فاکس به SMS و ویدیو چت رسیدیم. در کره ما ایستگاه فضایی داریم و یا میخواییم در مریخ گل و گیاه بکاریم. ولی از نظر تکنولوژی قله های بسیاری رو فتح کردیم، اما از نظر عدالت اجتماعی نه، هر روز بدتر و بدتر شدیم. اونقدر عدالت و ثروت و امکانات وحشیانه و ظالمانه تقسیم شده که کانال مانش، دریای مدیترانه، خلیج مکزیک و غیره و غیره پر است از آرزوهای غرق شده مردان و زنانی که تنها به دنبال یک لقمه نان و یک لحظه آرامش بودند. جوانان، پدران و مادرانی که تنها می‌خواستن فرزندانشون رو در یک محیط دور از جنگ و استرس و گرسنگی و تحمل تحقیر و سرکوب پرورش بدن. در جایی پرورش بدن که حق انتخاب راه زندگی خودشون رو داشته باشن. جایی که به خاطر کمی باران یا یک زمین لرزه 3-4 ریشتری ناچار به سالها و ماها چادر نشینی و کانکس نشینی نشن. قانونگذاران دنیا، این جنگ و ناامنی و گرسنگی و ناامیدی، حتی سیل و خوشسالی رو شماها با تصمیم‌های غلط و بدتون به وجود میارین و ما حق داریم محل زندگی و سکونت خودمون رو انتخاب کنیم و شما حق ندارین حق انتخاب رو از ما سلب کنید. قانونگذاران دنیا، شما کارتون رو بلد نیستین، کارتون رو درست انجام نمیدین، شما دوزارم نمیارزین. گاهی درها رو میبندین که کسی خارج نشه، گاهی درها رو میبندین که کسی وارد نشه، گاهی هم همه رو دعوت میکنین که خارج بشن. اولین بار که با پدیده مهاجرت و پناهندگی و رها کردن همه چیز و راه افتادن به سوی یک کشور دیگه با یک کوله‌باری از اندوه و ناامیدی و نگرانی و شاید هم چند تک لباس آشنا شدم، معاودین عراقی بودن. ایرانیانی که در شهرهای مذهبی عراق زندگی می‌کردند سالیان سال و در زمان حکومت بعثی‌ها به جرم ایرانی بودن از عراق رانده شدند. سال 1350 بود، درست چند ماه پیش از برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی که عراق بیش از 60,000 ایرانی رو به مرزهای ایران کوچ میده، بیرون میکنه. اونهایی که در
سالها در عراق زندگی کرده بودن، خونه داشتن، زندگی داشتن، کار داشتن، بچه هاشون مدرسه می رفتن. شعبانو به دیدارشون رفت در مرز و از اونها استقبال کرد، اونهایی رو که تونستن ثابت کنن که پدر مادر ایرانی دارن داشتن، تونستن شناسنامه بگیرن، به در ایران یه زندگی نسبتا عادی داشتن. اینو بهش میگن مدیریت بحران. شاید اگه شما هم همسن سال من یا جوانتر باشین، هم کلاسی و هم مدرسی، از اینها، از اینا که به اونا میگفتن معاودین عراقی یا برگشتگان از عراق داشتید. بعدها با پناهندگان عراقی در سوریه، پناهندگان سوری در اسپانیا، کوچندگان اسپانیایی در کشورهای آرژانتین، اسکاندیناوی، آلمان و حتی روسیه آشنا شدم. با کوچندگان و که همون مهاجران باشه و پناهندگان زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و غیره و غیره در اسپانیا هم کلام شدم. وقتی خیلی کوچیک بودم، به خاطر مادرم که در یک روستای شمالی معلم و ناظم تنها دبستان دخترانه اونجا بود زندگی میکردیم و به من میگفتن رشدی. بعد مادرم با تلاش زیاد سرانجام تونست به رشد برگرده. اونجا به من میگفتن سیاه کلی. بعد به تهران منتقل شدیم و به من میگفتن رشدی. چند سال در یک کشور عربی زندگی کردم، به من میگفتن عجم. به اسپانیا اومدم و به من میگن پرویی یا بولیویایی، گاهی هم به من میگن عرب. اصلا من کوچنده به دنیا اومدم. من پناهنده نبودم، زندگی سختی نداشتم، چون کوچ میکردم، همیشه میدونستم که کجا میرم، خونم کجا خواهد بود، زندگیم چه خواهد بود. اما پناهنده های زیادی رو دیدم که سخت گذروندن، خیلی سخت گذروندن. مردم زیادی از اسپانیا در دوران جنگ داخلی و جهانی به کشورهای دیگه کوچ کردن یا بچه هاشون رو فرستادن به کشورهایی که جنگ نبود. حالا البته برگشتن، بیشترشون برگشتن. با این حال در اون سالها فیلم‌ها و ترانه‌های زیادی درباره کوچ کردن و ترک دیار ساخته شد و خونده شد. حالا یه ترانه‌ای رو براتون پخش می‌کنم که یه خواننده مردمی یا همون کوچه بازاری خونده و خیلی مردمی شده بود، خیلی گل کرده بود. اسپانیایی‌های زیادی باهاش گریه کردن، اشک ریختن. تا قسمتی از اون رو براتون ترجمه میکنم. باید تسبیحی بسازم از آج که آن را وقتی از تو دورم و به یاد تو ببوسم، به یاد قصه های رویایی با بوی یاسمین و نرگس، و دعا کنم که سنخیل، خیل مقدس، مرا در پناه خود نگه دارد. خدا نگهدار اسپانیای من، تو را در وجودم، در درونم همراه میبرم. با اینکه یک مهاجر هستم، هرگز تو را فراموش نمی کنم. روزی که سرزمینم را ترک می کردم، صورت گریانم را برگرداندم، چون چیزی را که دوست داشتم پشت سر می گذاشتم. با تصویر سنخیل خیلی مقدس و خاطره تو، تسبیحم و یک تأسف بزرگ می رفتم. خدا نگهدار اسپانیایی عزیزم. گوش کنیم به ایمیگرانت مهاجر با صدای خوانیتو بالبرده. Tengo que hacer un rosario con tu mente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina ese apuntar de mi amor me sale para que me ampare aquella que está en Sahir. Adiós mi España querida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida.
día yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, hasta me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi gente salir, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte, con la alegría de España, con mi patria y con mi novia, y mi dientes ahí, y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir y اعتراف میکنم که من هم با این ترانه اش ریختم. همه ای ما که بیرون از سرزمینمون زندگی میکنیم در یه زمانی دچار دلتنگی میشیم، به خصوص اون سالهای 60 که نه ویدیو چتی بود نه اسمسی. حداکثر میتونستی یه عکسی از خودت بگیری چاپش کنی، با یه نامه بری پست خونه به تناسب وزنی که داشت تمر بزنی پست کنی تا به دستشون برسه بعد از 2 هفته یا شاید هم بیشتر. سخته که نتونی در غم و شادی عزیزانت در کنارشون باشی و یا اونها رو در موقع سختی و ناراحتی و حتی خوشحالی در کنار داشته باشی بتونی بغلشون کنی. حالا اما فاصله ها حس نمیشه، بخصوص در این دوران کرونایی که فرق نمیکنه در کجای جهان هستی، بوس و بغل ممنوع. اون سالها اگه کسی از ایران بیرون میزد متهم میشد که میخواد روسریشو برداره، میخواد آزاد باشه و غیره و غیره. نمیخواست بفهمه که موضوع روسری نیست و نبوده. در کره شمالی مردم روسری ندارند، ولی مرد و زن باید موهاشونو مدلهای کوتاه کنن که دولت اجازه میده و اون رو شونه کنن. الان درست یادم نیست، مثل که 15 تا مدل هست برای زنها و 8 تا مدل هست برای آقایون. یعنی اگه زنی بخواد موهاشو بلند کنه تا سر کمرش نمیتونه، و اگه مردی بخواد موهاش از ته بتراشه نمیتونه. یعنی میخواد بگه تو اونقدر احمقی که نمیتونی حتی مدل موهاتو خودت انتخاب بکنی و شونه بکنی. یعنی قانونی از این احمقانه تر وجود داره؟ یعنی میگن تو نمیتونی، نمیفهمی چه مدل مویی برای تو خوبه، چه جوری باید موهاتو شونه کنی. حالا اگه از اون قانونگذار بپرسین چرا، به 100 گونه میخواد شما رو قانع کنه که این برای حفظ کرامتش و برای خوشبختی اون شهروند هستش و برای اون خوبه. اون خودش نمیفهمه ولی این مدل مو براش بهتره. حتی ممکنه یه جمله ای هم از مارکس و لنین در تایید این قانون نقل بکنه که گفته کارگران دنیا موهاشون اگه به این شکل کوتاه بشه بهتره. بله، ایدئولوژی از هر دست که باشه نارسا و ناکار آمده. مثلا سیکا نمیتونن هرگز در طول زندگی موهای سر و بدنشون رو کوتاه کنن، هرگز. راهبهای بودایی در عوض باید موهاشون از ته بتراشن. آمیش ها استفاده از تکنولوژی حتی برق رو گناه میدونن.
بلند کردن مو در بعضی از کشورها و فرهنگها جلفی و غیرتیبازی و اواخوهریه و در بعضی جاها مثلا سرخپوستا نشانه دانایی و رهبریه. در جای دوچرخه سواری زنان شلاق و زندان داره و در جای نشانه تمدن و احترام به محیط زیسته. در جای نوشیدن شراب از گناهان کبیره است و در جای جزی از مراسم مذهبیه. بله، خیام میگه قومی متفکرند در راه دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران ره نه آن است و نه این. بله، باورهای خودتون رو به زور به خورد دیگران ندین. بگذارید مردم حق انتخاب داشته باشن تا این مشکل مهاجرت و پناهندگی حل بشه. بدانید و آگاه باشید قانون گذاران که مغزتون بزرگتر از مغز ما نیست. دانایی و شعور و آگاهی مطلق رو برای خدا نگه دارید. تکیه بر جای خدا نزنید. خب اینجا شما رو به شنیدن آهنگی مهمان میکنم و به همه شما هم خدا نگهدار میگم. گوش میکنیم به گوگوش نازنین و زیبا و جاده. خدا گریه مسافر رو ندید، دل نبست به هیچ کس و دل نبرید. آدم ها برای دوری از دیار، جاده رو برای قربت آفرید. جاده اسم منو فریاد میزنه، میگه شونه های لرزون منه. از تمام آدمای خوب و بد، از تمام قصه های خوب و بد، چی برام مونده به جز یه خاطره؟ نقش گندی تو قبار پنجره. جاده آغوششو با کرده برا، منتظر مونه که من باهاش بیام. قصه یه طرف خداحافظی رو میخونم با این که بسته هست لبام. پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه یه عشق و دل بستگی ها. خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه.
سر گذاشتن خاطره ها، همه عشقا و دل بستگی ها. خیلی سخته ولی چاره